پانزدهمین روز شهریور ماه برابر با 6 سپتامبر سال 312 خورشیدی برابر با 933 میلادی، تأسیس سلسله آل بویه، خاندان مشهور شیعی ایرانی. خاندان آل بویه که به دیالمه و دیلمیان نیز معروف بودند، در ایران و عراق حکمرانی می کردند. بنیانگذاران سلسله آل بویه سه برادر به نامهای علی، حسن و احمد بودند. پادشاهان این خاندان در زمان حکومت خود سرزمین‌های بسیاری را تصرف کردند و حتی احمد بغداد را به تصرف خود درآورد. زمامداران آل بویه تلاش داشتند تا مذهب شیعه را گسترش دهند. پس از نویسندگان و دانشمندان زمانشان دعوت می‌کردند تا به قلمرو آنان آمده و در آنجا به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. از این خاندان آثار بسیاری در ایران و عراق بر جای مانده که بیمارستان عضدی بغداد از آن جمله است. سال 1145 خورشیدی برابر با 1766 میلادی، زادروز جان دالتون، دانشمند معروف انگلیسی که در خانواده فقیر و روستایی به دنیا آمد و در دوران کودکی دروس مذهبی، ریاضی و علوم را فرا گرفت و دیری نگذشت که آوازه نبوغش در رشته ریاضی در سراسر ناحیه پیچید. پس در حالی که تنها 12 سال داشت، مدرسه‌ای در روستای محل زندگیش تأسیس کرد و به بچه‌هایی که بزرگتر از خودش بودند تدریس نمود. در همین اوقات به نگارش مشاهدات روزانه خود درباره اوضاع هوا و هواشناسی پرداخت و این کار را تا آخر عمر ادامه داد که پس از مرگش مجموعه 200,000 صفحه‌ای تحقیقات او در زمینه هواشناسی بر جای مانده. دالتون در 23 سالگی به تدریس ریاضی و علوم پرداخت و بخشی از نوشته‌های خود را در زمینه هواشناسی چاپ و منتشر کرد. انتشار این اثر توجه دانشمندان را به خود جلب نمود و باعث راهیابی او به انجمن فلسفی و ادبی منچستر گردید. وی در سالهای بعد نیز به مطالعات خود ادامه داد تا سرانجام به کشف نظریه هسته‌ای ساده منجر گردید. نظریه اتمی دالتون که نتیجه سالها کار و تجربه اوست، بر این اساس است که تمام عناصر از ذرات ریزی به نام اتم درست شدند و غیر قابل شکافتن و شکستن هستند. هرچند بر پایه این نظریه اتم‌های عناصر مختلف دارای خواص مختلفند، اما اتم‌های عناصر مشابه مانند یکدیگرند. همچنین اتم‌ها غیر قابل تغییرند، نه به وجود می‌آیند و نه از بین می‌روند. این نظریه بی هیچ گونه انتقاد و اظهار نظری مورد تایید دانشمندان قرار گرفت. نظریه اتمی دالتون بر دقت ریاضی و اهمیت علم شیمی افزود و علوم فیزیک و شیمی را به هم نزدیک تر کرد. همچنین به کمک فرضیه اتمی دالتون ثابت شد که ذرات ماده دارای جاذبه الکتریکی هستند. با کمک این خاصیت بود که بمب هسته‌ای ساخته شد و با انرژی عظیمش جهان علم را به لرزه افکند. سال 1312 خورشیدی برابر با 1933 میلادی، درگذشت ملک فیصل اول، پادشاه پیشین عراق.